ما در زبان انگلیسی کلمات کوتاه شده یا همون مخفف خیلی زیادی داریم اما خیلی از اونها مخصوص تکستینگ یا همون مسیج دادن هستن اما از اون طرف یک سریشون هستن که خیلی توی مکالمه هم به کارمون میاد و کاربردی امروز میخوایم فقط مخفف های رو یاد بگیریم که توی سپیکینگ و مکالماتمون میتونیم ازشون استفاده کنیم مثل TMI یا AKA TMI TMI my friends my name is Brian Ayers. aka ا... پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید که تمام اینها رو با همدیگه یاد بگیریم. سلام من مهدی جهرمی aka MJ هستم و در این کانال کنار اسکای از امریکا قرار کلی نکته کاربردی یاد بگیریم حتما کلید سابسکرایب رو بزنید زنگوله بغلش رو هم فراموش نکنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید اولین کلمه که باید یاد بگیریم اینه TMI TMI information این کلمه مخفف این عبارته too much information یعنی اطلاعات بیش از حد خیلی وقت ما توی مکالماتمون میخوایم در به چیزهایی صحبت کنیم که خیلی شخصی هن یا خیلی حال به هم زنن و جاشون شاید توی مکالمه نباشه اولش ما میایم از این TMI استفاده میکنیم که یعنی میدونم این چت اطلاعات زیادی باشه خیلی شاید شخصی یا خیلی حال به هم زنه اما من میخوام این رو بهت بگم It's TMI برای اینکه بهتر متوجه شید این مثال رو ببینید اما قبلش کلمه برپ به معنی اینه حالا بریم مثال رو ببینیم issue. متوجه شده چجوری از کلمه TMI استفاده کرد This is probably TMI ممکنه تو ماچ انفورمیشن باشه یعنی اطلاعات بیش از حدی باشه که دارم بهتون میدم چون شاید گروس باشه حال به همزن باشه یا اصلا یک موضوع شخصیه این رو اولش میگه که میدونم شاید اطلاعات اضافی و زیادیه برای کنت برپ این ولی من نمیتونم بادی گلو بزنم really TMI, قبل از اینکه بخواد در مورد یک موضوع کاملا شخصی که مربوط به خانم ها میشه صحبت کنه میگه که this might be really TMI. میدونم که شاید اطلاعات بیش از حدی باشه یعنی بیش از حد دارم بازش میکنم این موضوع رو But here we are. ولی بذارید بگم و شروع کنم پس اگه شما هم خواستید راجع به یک موضوعی که گروس یا حال به همزنه یا خیلی شخصیه و شما فکر میکنید که شاید طرف مقابلتون برداشت دیگه بکنه و میخوان بگید که میدونم این اطلاعات زیاد و بیش از حدی که دارم بهتون میدم و بقیه جملتون رو میخواد بگید اولش از TMI استفاده کنید مثلا جایی که خودم از این کلمه استفاده کردم زمانی بودش که داشتم با یک فرد خارجی صحبت میکردم و اومدم در مورد های ایرانی صحبت کنم خب شاید خیلی دوست نداشته باشه واشن راجع به دستشویی و این چیزها صحبت کنم پس اولش گفتم که i know this might be TMI میدونم که شاید اطلاعات بیش از حدی رو دارم بازش میکنم و بهتون میدم و بعدش کامل در مورد دستوریهای ایرانی صحبت کنم و براشون هم خیلی عجیب بود. Do you use a squatty potty using one as i type. Gross. TMI. But no, i don't use a squatty potty. مورد بعدی AKA. این کلم مخفف این عبارته. As known as. AKA Bob Stone, AKA Bob Golden, AKA Bob Jim. خیلی وقت‌ها مخصوصا توی فضای مجازی ما خیلی از افراد رو با اسم‌های دیگه می‌شناسیم. My name is Brian Ayers. AKA Uncle B مثلا خود من میتونم بگم ما نیم اسم مهدی AKA MJ as known as MJ یعنی شما من رو شاید با اسم MJ بشناسید ما اسم مارکز براونلی AKA MKBHD. مورد بعدی ایساب. ASAP 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 catch gotcha. این کلمه یعنی هر چه سریعتر تا اونجایی که ممکنه مثلا زنگ زد به یکی دوستتون دوستاتون و جواب نداده میخوایم بهش بگید که هر چه سریعتر با من تماس بگیر باید دارید میرید یک جایی و میخوام بگید که هرچه سری تر میام اونجا. I'll be there ASAP. مورد بعدی DM. توی خیلی از فضاهای مجازی مثل فیسبوک، بک، یا اینستاگرام شما میتونید به یک فردی پیام مستقیم یا همون دایرکت مسیج بدید ما توی فارسی میگیم دایرکت دادن مثلا فلانی بهم به دایرکت داد اگه بخوایم این رو توی انگلیسی بگیم باید از کلمه DM استفاده کنیم and i remember one time i DM'd him and i remember one time i DM'd him he DM'd me یعنی به هم دایرکت داد یا مثلا میخوام بگم توی اینستاگرام بهم دایرکت بده dm me on instagram I DM'd 50 of my Instagram followers, Here's what's happened. I DM'd 50 of my Instagram followers. Here's what's happened. دو تا مورد بعدی رو پیشنهاد میکنم فقط یاد بگیرید یعنی زیاد استفاده نکنید ازشون اصلا معدبانه نیستن مورد اولش AF ما از این کلمه زمانی استفاده میکنیم یا بهتر بگم استفاده میکنند که میخوان یک چیزی رو حدش رو زیاد کنن و تأکید کنن روش مثلا یک جایی رفتن و میخوان بگن که اینجا خیلی حوصله سر بره به جای اینکه بگن this place is very boring میگن this place is boring af this place is boring as fuck توجه کنید که این کلمه رو بیاد بعد صفتتون بیارید یعنی هر صفتی که توی ذهنتون هست بعدش af یا همون as fuck رو بیارید تاکید خیلی زیادی روی اون صفت داشتید God, i am single as fuck I am single as fuck <applause> Seattle people are weird AF Seattle people are weird AF باز هم تکرار میکنم اصلا معدبانه نیستش و اما مورد آخر بی ایس. This is BS This is BS Why are we here؟ بی مخفف عبارت بولشت هستش یعنی چرت و پرت شر و ور این کلمه هم اصلا معدبانه نیستش اما مثل کلمه ای که میگن AF به بولشت هم میگن BS که یک مقدار از بیادبیش کمتر بشه This is BS. مثلا میخوام بگم یادگیری انگلیسی در شش ماه کاملا چرت و پرته Learning English in six months is totally BS <تصفح> کلی مخفف دیگه هنوز مونده که باید یاد بگیریم اگر دوست دارید اونها رو براتون قرار بدیم حتما توی کامنت ها به ما بگید